بیا بر قله هستی لوای عدل برپا کن بیا, بیا دین را دوباره دو مثل, مثل جد, جد خیش, خیش احیا کن, کن. چرا, چرا از چشم خود تنهای, تنهای تنها عشق, عشق میریزی بیا, بیا در ماتم جد, جد غریبت گریه با ما کن بیا, بیا و گریه کن بر یاسهای نیلی برای زهرا بیا روی کبود امهایت, امهایت را تماشا, تماشا کن بیا, بیا خون, خون پاک کن با عشق از, از پیشانی, پیشانی جدت بیا, بیا قرآن, قرآن سار الله را بر نیزه معنا کن بیا, بیا و را بیرون, بیرون, بیرون ببر از بین نامحرم بیا زنجیر, زنجیر از بازوی زین بازو آبدین واکن بیا, بیا از بیا چشم, چشم سقا تیر دشمن را برون آور بیا, بیا زخم, زخم گلوی, گلوی خشک اسقر را, را مداوا, مداوا کن بیا, بیا آل رسول, رسول الله را, را در, در شام, شام یاریده بیا, بیا چادر, چادر برای, برای امه های خود مهیا کن صلی صل الله علیکم یا ابا صالح المهدی بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نسین انه خیر ناصر و معین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام عرض کنم خدمت یکایک یک شما بینندگان و سروران گرامی همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی تسلیت از میکنم ایام سوگواری و اسارت آل الله را خدمت همه شما سروران گرامی و همچنین تسلیت میگم خدمت شما بزرگواران تسلیت میگم رحلت حضرت آیت الله العظما سید محمد سعید حکیم را خدمت همه شما مؤمنین و مؤمنات گرامی در خدمت شما عزیزان هستیم و در محضر کارشناس عزیزمان حجت الاسلام و المسلمین حاج رسولی سلام علیکم استاد بسیار خوش آمدید علیکم السلام و رحمت الله سلامت باشی ان درود خداوند بر شما سلامت باشی ان شاء الله استاد محترم خیلی خوش آمدین سلامتی خدمت شامل. شما هم تسلیت عرض می کنم رحلت حضرت آیت الله سید محمد سید حکیم را و خدمت بینندگان عزیز عرض می کنم که بر رسم شنبه ها با پخش زنده برنامه احکام را باید در خدمت شما عزیزان می بودیم ولی خب به مناسبت رهلت عالم ربانی انشالله امشب را در احوال و زندگی نامه ایشان انشالله اصدار محترم حتما مطالب را به سمیه من و شما انشالله میرسونه. در خدمت راست میشه من خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز عزای عبد عبدالله علیه صلات و سلام اصارت خاندان ابی عبدالله علیه صلات و سلام را تسلیت و تعذیت ارز می کنم و همچنین رحلت این عالم ربانی را به محضر خود با عالم امکان مهدی فاطم الله تعالی فرجه شریف امت اسلامی و مجری محترم تسلیت و تعذیت ارز می کنم امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق پیروی از دستورات عیمه معصوبی لطف و کرامت بفرماید الله. استاد محترم اگر سلام میدانید برنامه امشب که متناسبم هست با رحلت بزرگوار در جایگاه علم و عالم و جایگاه علما و مراجع عالی قد در اجتماع اگر سلام میدانید انشالله بعد به جلسه رو با این موضوع شروع کنیم تا انشالله ببینیم چه قسمه بسیار عالی است بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء رحمة الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين هم رقم كي شما مجری بزرگوار و محترم فرمودین که ما جایگاه علما و مراجع و فقها را در جامعه اسلامی یک مقداری باید که روشن بسازیم شما در جریان هستید که خدای تبارک و تعالی از طریق حضرت جبرئیل علیه السلام و برنامه های حیات بخش در ضمن قرآن را به وجود ناظرین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و, و سلم وحی فرمود و خوی بار اول هم نیست قبل از این خدای تبارک و تعالی از طریق جبرائیل امین با فرستادگان خودش در زمین ارتباط برقرار کرده بود و برنامه های سازنده را در اختیار بشر قرار می داد پیامبران می گرفتن توضیح می دادن و اطرافیانی که گوش شنوا داشتند اونا را تربیت می ساختن و معدب می ساختن خب بالاخره به مرور زمان دینها ها مورد دست برد و تحریف قرار می گرفت که خب نوبت پیغمبر بعدی بود که خدای تبارک و تعالی ارسال رسول و انزال چه کتب انجام میداد داد تا که نوبت رسید به دین اسلام و نزول قرآن البته درباره قرآن خدای تبارک و تعالی می انا نحن نزل الذکر و انا له لحافظون ما ذکر که قرآن باشه نازل میکنیم و ما خود ما محافظت میکنیم بنابراین به قاطبه امت اسلامی و علما شیعه و سنی قائل بری هستند که قرآن تحریف نشده و دست تحریفگری از بشر به او نرسیده خب بنابراین پس پیامبر گرامی اسلام در درجه اول شی بود که وحی بگیره برای مردم تبین کنه برای مردم آشکار بسازه و مردم تربیت کنه خب همونطور که شما میدانید و بینندگان عزیز ما میدانن پیامبر گرامی اسلام 63 سال بیشتر در بین امت اسلامی زندگی نکردن خب داعی حق لبیک گفتن و به ملکوت اعلی رفتن بنابراین بعد از پیغمبر قطعا مسلمانان با سوالات رو برو هستن مشکلات برای مسلمانان پیش می آید مشکلات اقتصادی ممکنه باشه مشکلات عقیدتی ممکنه باشه مشکلات فقهی ممکنه باشه خب باید شخصی در بین جامعه باشه تا با اشرافی که بر دین و قرآن داره ای جواب از اینا رو بته و مردم را از حیرت و سرگردانی بکشه من. که این نیست مگر وجود امام معصوم علیه صلات و در هر عصری امام علیه صلات و همو کار پیغمبر میکنه فقط تنها ارتباط با عالم بالا نداره وحی نمیگیره وحی دریافت شده که در قالب قرآن و سنت پیغمبر و روش پیغمبر رو برای مردم تبیین میکنه عرضه میکنه تبیین میکنه و اگر کدام مشکلات و شبهاتی برای کسی به وجود آمده باشه ایر امام باز میکنه امام معصوم میگیم به خاطر ازی که باید اسمت داشته باشه خطا نداشته باشه و اشراف کامل داشته باشه خب دوران امامت هم محدود است و رقم نیست که تا قاف قیامت ادامه داشته باشه الا که وجود ناظرین قطب عالم امکان که بیاید و بالاخره یک زندگی دارن به هر حال محدود است خب بعد از اینکه امام نیست چه کنیم ما در اینجا یک بحث پیش میره که انسان باید به با متخصصین در علم متخصصین در دین او کسایی که سالهای سال به اصطلاح رفتن درس خواندن آموزش دیدن و بر اسلام و قرآن و روایات و سنت پیغمبر اشراف پیدا کردن و با این اشرافی که دارن میتونن جواب مشکلات و گرفتاری های جامعه بشریت و جامعه مسلمانان داشته باشن حتی ما در قرآن هم داریم که قرآن به مردم سفارش میکنه که همه ایتان به جهاد نرین ایتو سزاوار نیست که کلیگی شما به جهاد برین برخی از شما برین محضر پیغمبر تفقه در دین کنیم تفقه در دین جناب حسین ایسای بزرگوار به معنای فهم عمیق و ریشعی میگن و فقیه هم که فقیه میگن اصطلاح شده دیگه با فقیه هم که فقیه میگن یعنی کسی که فهمش عمیقه امیقه. فهم سرسری نداره یعنی به قرآن اشراف داره به روایات اشراف داره به سنت پیغمبر اشراف داره به سنت ائمه اشراف داره و بعد از این اشرافی که داره میتونه حکم رو کنه استنباط این اشراف بر آیات و روایات شخص فقیه از کجا کسب کرده؟ خدمت تا کنم که برای ازی که انسان اشراف پیدا کنه به آیات و اشراف پیدا کنه بر روایات و اشراف پیدا کنه به سنت رسول مقبول و ائمه معصومین در درجه اولش ایه خواندن قرآنه خواندن روایاته و تلمز و شاگردی کردن پیشی مم. کسایی که تخصص داره در این زمین مم. شما در جریان هستید که همین الان هم ما بسیاری از کارهای خودمون رو به متخصصین مراجعه میکنیم مثلا اگر موتر ما خراب میشه خودمون دست مم. به تعمیر موتر نمیزنی بیا اگر کدام کالای ما بر خود ما قصد داریم بدوزیم خود ما کالا نمیدوزیم اگر متخصص باشیم که چی اگر تخصص نداشته باشیم به یک خیاط بسیار مم. ماهر مراجعه مم. میکنیم در فهم دین نمی رقم از جناب سید سایه بزرگوار ما شما و کسای دیگه ممکنه او توانایی فهم عمیق دین نداشته باشیم آنچنان که توانایی طبابت نداریم نه نه نه. ما میریم پیش دکتر دکتر پیشکاری برای ما نوشته میکنه گولی برای ما نوشته میکنه ما دیگه سوال نمی که دکتر سایه چرا چطور شد مم. چرا به خاطر از اینکه دکتر سایه تخصص داره پس بنابراین اینایی در دین اشراف پیدا میکنن از این راهی. ای. خواندن قرآن تدبر در قرآن تدبر در روایات و تلموز و شاگردی نه یک سال امه. دو سال بلکه سال های سال امه. تلموز شاگردی میکنه تا یک تفقه و فهم عمیق نسبت به دین پیدا کنه حالا ما می آیش از رویش بخوانیم برای شما و بینندگان ما بهتر است خدای تبارک و تعالی در سوره توبه که نهمین سوره قرآن هم هست و اون سوره ای که بینندگان ما هم در جایی که بسم الله نداره امه. و میگه و ما کان المؤمنون لینفرو کافه مگه سزاوار نیست که مؤمنان کلگیشان کچ کنن و به جهاد برون فلولا نفر من کل فرقت منهم افه چرا از بین شما یک ادی نمیرن پیش پیغمبر لیتفقهو فی الدین تا فهم عمیق نسبت به دین چکار کنن؟, کار کنن؟ پیدا کنن حالا اگر که فهم عمیق به دین پیدا کرد نتیجهش چیست؟ خب یکیش نتیجهش که به درد خودش میخوره فهم نسبت به دین پیدا کرد، نسبت به قیامت نسبت به معاد، زکات، خمس، حج تمام احکامی که ما داریم اخلاق، تربیت نکته دیگهش به درد قومایش میخوره به درد او کسایی که توان آمدن نداشته یا استعدادش نداشته یا به هر حالی نتانسته بیایه و لینزرو قومهم و اینا باید انظار کنن بیم بتر قوم, قوم خودشان نه از بین از قوم که خسته آمده مثلا در حوض علمی نجف اشرف که قدمت هزار ساله داره و به دست شیخ و طایفه توسی تأسیس شده وقتی که شما تشریف آوردید در حوزه نجف درس خواندی باید برگردید زکات علم باید بله، و قوم خودت چی کنی انذار کنی یا کسایی که در حوزه علمی مثلا قوم یا مشهد جای دیگه آمدن اینا برای چیه؟ باید برای چی باشه؟ برای تفقه در دین اذا رجعوا الیهم پس باید قوم های خودشان انذار کنه زمانی که پیش از قوم ها برمیگرده لعلهم یحذرون که شاید اونا بر حذر باشند یعنی به از ترتیب اثر بدن و حدود صغور برایشان چی باشه؟ مشخص باشه این جایگاه علماست جایگاه دانشمندان برای بینندگان هم شاید این موضوع پیش آمده باشه آدم وقتی که برای یک موضوع خب امی پریشانی خاطرش باشه از پسش میره هرچی که اون موضوع اهمیتی زیادتر باشه زیادتر سعی میکنه که یک نفر خب مثلا یک وقت شاید برای کالا جور کردن زیاد مهم نیسته ولی یک وقتی یک پیش یک دکتر میخواد بره یک عملیات داره خب میگرده که یک جراح ماهیتر پیدا چون شرایط حساس میشه و شاید مطلب سر کنه که خب در فهم دین هم حتما بزرگواران دنبال و کسی هستن که به حال قطعا زبده باشه در کار مضافم برای که این سوال شاید پیش بیاد که عالی علمی که گفته میشه خب علوم زیاد وجود داره و شاید برای بینندگان از این سوال شده ای ای که عالمی که گفتم میشه عالم و ای که تفقه کنند در علم یک کدام علم باشه آیا یک پروفسور شیمی یا فیزیک میشه که شامل حال عالم شوه یا نه مطلب شده. به دکتی بسیار خوب اشاره کردیم و بینندگان ما هم توجه دارن که انسان همیشه سعی میکنه دنبال او شخصی باشه که از همه تخصصش چی باشه بیتر حتی دمی کالا هم میرقم است یا خیاط هست که بچه کاکای ماست تا خوب کالا مم. نمیدوزه یک نفر دیگه بیگانه است گرانتر هم میگیره من کالای خوب جور میکنه مم. خو عقل ما حکم میکنه ما پیش از اون شخصی بریم که بیگانه ای ولو پیسه زیادتر هم میگیره پیش از اون در احکام دین هم رقم قطعا در احکام دین که مسئله قیامت و یک عمر عبادت یک عمر بندگی ممکنه که میگه ترسم نرسی به کعبه اعرابی این راه که تو چیه و ترکستان ممکن انسان یک مسیر غلطی را پیش بگیره این قطعاً بسیار مضاعف بشه توجه مضاعف و اما ای که گفتین لیتفقه قرآن جواب شمیده میده لیتفقه فی الدین آه. باید تفقه در چی داشته باشه؟ در دین داشته باشه ای مساوی با این نیست که ما مراجعه به دیگه متخصصان ما لازم نمیدانیم نه در هر زمینه باید ما متق... مراجعه به تخصص داشته باشیم متخصص داشته باشیم اما ای که قرآن می ای مخصوص علم دین است که باید اگه دی برن و واجب برای از اینا که علم دین آموزش ببینن و پس بیاین دوباره به مردم ابلاغ کنن این جایگاهش است پس اما تو که روایت هم داره میگه العلماء ورثت الانبیاء علما و دانشمندان امت اسلامی وارثان پیغمبرند خب پیغمبر چی گذاشت قرآن گذاشت سنت خودش گذاشت و کسی که میخوای وارث پیغمبر باشه باید دمی قرآن و ده سنت پیغمبر و سنت ائمه معصومین اشراف کامل داشته باشه تا بتونه احکام از بین از اینا استخراج کنه سن ما تقریبا سه دقیقه تا میان برنامه تایم داریم اگر سلام میدونین وارد بحث زندگی نامه مرحوم حضرت آیت الله العظما سید محمد ح... سید حکیم میشویم تا ان شاء بعد از بسیار خوب بسیار خوب است لذا به خاطر اهمیتی که برخی از اوقات انسان یک متخصص را از دست میته در هر زمینه ای است مثلا یک دانشمند هستی ترور ام. میشه یا به مرگ خدایی از دنیا میره بسیار متاثر میشه جامعه به خاطر چی متاثر میشه متاثر میشه چون یک متخصصی که سالها زحمت کشیده و اشراف کامل به او علم داره ام. از دست رفته و ای شخص و به همین خاطر فقدان و از دنیا رفتن علما دانشمندان و فقه های اسلامی هم زایعه زایعه بسیار جبران ناپذیر به خاطر ازی که سالها تلاش کرده درس خوانده تخصص پیدا کرده علم کمالات تقوا در این متبلور شده آل ما از دست میتیم یعنی ام. یک انسان متخصص یک پدر یک رهبر از دست میتیم به خاطر از این قبل از ای که ما شروع کنیم به زندگی نامه حضرت آیت الله سید محمد سعید حکیم بهتر است که ما همی بیانی حضرت آیت الله سیستانی را هم برای شما و برای بینندگان عزیز قرائت کنیم که در فقدان این عالم جلیل القدر بیانیه صادر کردم این بیانیه رو میخونیم و بعد ان شاء مراجعه بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون خبر ارتحال عالم ربانی ربانی یعنی عالمی که بر رب خودش چی داره ارتباط داره ارتباط داره فقیه اهل البیت یعنی علم خوب فهمیده علیهم السلام آیت الله سید محمد سعید حکیم سید محمد سعید تباتبایی حکیم رضوان الله علیه را با اندوه و تاسف فراوان دریافت کردم بله دیگه کسی که از جایگاه علمی آقا و شخصیتش با خبره خبر ارتحال و مرگش باعث اندوه و تأسفش میشه حوزه علمی نجف اشرف با فقدان ایشان یکی از علما و فقهای برجسته خود را از دست داد کسی که خود را وقف حمایت از دین و مذهب نمود و عمر پربرکتش را صرف خدمت به علم و اهل علم کرد نام مشهود است در ادامه انشاءالله به اینا میپردازیم و میراس علمی شکوهمندی که از جایگاه والای برخوردار است از خود به جای گذاشت شاگردانی بر جای گذاشت کتاب هایی جای گذاشت خدماتی از این عظم الله بر جای مانده است این مصیبت بزرگ را به محضر امام ما صاحب عصر ارواح و نافدا حوزه علمیه و خانواده آن فقید سعید به ویژه دو برادر ارجمند و فرزندان محترم و همه مؤمنان تسلیت میگویم و از خداوند متعال مسئلت دارم که مقام ایشان را در علیین بالا ببرد و با اولیایش حضرت محمد و اهل بیت متحرش محشور گرداند و به خانواده و محبانش صبر عنایت فرماید و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم محر 26 محرم 1443 علی الحسینی السیستانی این بیانیه معظم ده بود که در فقدان این فقید سعید ایراد شده است بسیار عالی تشکر میکنم استاد محترم با اجازه شما میرم و میان برنامه را داشته باشیم و انشاءالله بعد از میان برنامه مطلب ادامه خواهیم داد همراه ما باشید بوی خوش نسیم دل نواز از دور دست می آید در وجودت تکی از بهشت جا مانده است آنگونه که از چشمانت اطریاس می تراود روشنای چهرت با افقهای دور و درخشان نسبت دارد ریشت از مقدم ترین رودخانه آب می خورد نخلها پیش قامتت کوچک می نمایند ای قاسم دوست داشتنی نامت از دهان زمین نمی افتد آزادگی دوست دیرینه تو خورشید هم بازی کودکیت و عشق همسفر همیشگی توست پرندگان چشم بر قانون رهایی دوختند می آیی و پنجه در پنجه کوه می افکنی و فرو می ریزیش می آیی و از جای گام های سپیدت درختانی از آینه قد می کشند بر اسب که می نشینی بارانی از ستاره باریدن میگیرد گیرد محتاب انواج نگاه توست که بر دامن آسمان می ریزد لبهای ترک خورده ات سال هاست فرات را سردر در گریبان نگه داشته است صفحات آن ظهر سرخ را ورق میزنم رد نگاه های پر حیبت توست که بر جامی کوبم می کند چهره در آن ظهر داغ مثل ماه میدرخشید. درخشید چه دلیران جنگیدی از نگاهت قمی قم بارید اشتیاق تو زبان زد شده وقتی که دیدند بند یک کفش تو از آتش رفتن باز بود این چنین زخم فقط قسمت تو تنها بود تو یادگار برادر هستی و عزیزتر از جان واجه ها در برابر تو چقدر کوچک و حقیر میشوند. وقتی مرد در چشم تو شیرین تر از اصل است الهی به حق الحسین و اخیه و اخته و جده و ابیه و امه و بنیه و شیعته و موالی و تربته و زائره و مجاوره نجنا من الهم الذی نحن فی سلام مجدد از کنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی و یک بار دیگر تسلیت از میکنم خدمت شما عزیزان رهلت جانسوز عالم ربانی حضرت آیت الله العظمه سید محمد سید حکیم را خدمت شما بزرگ آورد اصول محترم درباره زندگی نامه معظمالله بخواست این موضوعات رو بخواست بله خدمت کنم که سلام مجدد محضر شما و محضر بینندگان عزیز اما رقم که سال قبلی در ادامه سال قبلی شما هم که باید ارز کنم که جایگاه فقی و جایگاه عالم اسلامی چه جایگاهی داره ما روایت هم داریم که مگه ازامات العالم البته هم تعبیر روایت از آمات العالم داره هم المؤمن الفقیه که در روایت امام صادق المؤمن الفقیه در روایت حضرت علی علیه السلام از آمات العالم مگه از آمات العالم یا از آمات المؤمن الفقیه ثلما فی الاسلام سلمتون مگه یک رخنی ایجاد میشه در اسلام که لا یسود دو هر شای که هیچ شایی نمیتونه او رخنه و او سوراخی که در پیکره اسلام ایجاد شده نمیتونه پر کنه علما به منزله سپرم در مقابل تهاجم فرهنگی در مقابل تهاجم اعتقادی در مقابل حتی تهاجم نظامی و ما داریم که در بسیاری از تهاجمات نظامی این علما بودن که در مقابل استعمار و در مقابل استکبار ایستادند فتوای مرحوم شیرازی بزرگ در جریان تنباکو هنوز فراموش شده کسی نیست, نیست که استعمار را به, زانو در آورد و در هندوستان و جاهای دیگه فرق نمیکنه بین علما چی شیعه و چی سنی که فتاوی علما استکبار و استعمار را به زانو در آورده پس واقعا نمی وقتی که یک عالمی از دنیا میره که انهو یک رخنه ایجاد میشه که این رخنه قابل پر شدن و قابل نیست. شدن نیست حالا با توجه به حرف حضرت آیت الله لزما سید محمد سعید حکیم در سن 87 سالگی در اثر سکته قلبی از دنیا رفته یک وقتی بینندگان ما تصور نکنند که مثلا در اثر بیماری کرونا از دنیا رفته باشه معظم الله در سال 1354 هجری قمری و 1314 هجری شمسی در شهر علم در محضر امیر مؤمنان علی علیه سلام شهر علم پیغمبر پیغمبر مم. گفت انا مدینه العلم مم. و علی بابها من بسرا شهر علم و علی دروازه اونه کسی که قصد داره وارد شهر علم شود باید از کجا وارد شود دروازه من ها من بابها باید از ایشان هم در شهر علم شهر فضیلت نجف اشرف به دنیا آمدن و جالب ببینید که ایشان حسنی هستند همون رقمی که از فامیلشان مشخصه تبا تبا از تیره مهم. امام حسن مشتبه علیه السلام و هست خب پدرش هم انسان بسیار وارسته سید محمد علی تبا تبایی حکیمه و مادرش هم دختر سید محسن حکیم بزرگ است پس بنابراین هم از طرف مادر و هم از طرف پدر بسیار دارای اصالت و بزرگواریه یعنی ساداته از طرف پدر و مادر سیده به منبع کوسر متصله به منبع علم متصله میگن خیلی ایشان دارای هوش و ذکاوت بوده و طوری که وقتی میگه پدرش سید محمد علی در ده سالگی متوجه میشه که بسیار هوش و ذکاوت داره با توجه به همه مشکلات و گرفتاری هایی که داشته مردم برش مراجع میکردن تدریس داشته بالاخره نماز جماعت داشته خیلی گرفتاری بالاخره حالا ما گرفتاری داره شخص خودش به اصطلاح تدریس زیره با اهده میگیره تربیت زیره به میگیره تا اینکه مثلا در سطح تایی میکنه و درس خارج میرسه و درس خارج هم که میرسه به درس پدر بزرگ خود سید محسن حکیم بزرگ اشتراک میبرزه درس حضرت آیت الله العظمه خوئی و حضرت آیت الله العظمه شیخ حسن حلی شرکت داشته یعنی بله اساتیتیشون بوده قطعا ایشون شاگردای زیادی هم داشته که ما به خاطر زیق وقت نمیتونیم به شاگردای از ایشان اشاره داشته باشیم تعداد شاگردای ایشان شهید شدن و تعداد شاگردای ایشان فعلا زنده هستن در عراق در ایران در سوریه و حتی در حجاز شاگردای از اینا شاگردای معظم الله مستر خدمت اگه فعلا. فعلا موجود مستر خدمت که ما زیاد نمی به اونها از معظم الله تقریبا میگن حدود چهل جلد کتاب مجلد به جلد کتاب بله چهل جلد کتاب در موضوعات بسیار مختلفی موجوده یکی چند تا شما اشاره میکنیم یکی المحکم فی اصول الفقه که درباره اصول فقه است دوره فقهی داره دوره فقهی وقتی ما میگیم دوره فقهی این از شروع میشه به دیات چی میشه خط یک دوره کامل یک دوره کامل است فقه و استنساخ البشری استنساخ یعنی به تعبیری فارسی ما چی میگیم استنساخ شبیه سازی مم. ما در فارسی میگیم شبیه سازی که مثلا انسان شبیه سازی میکنن مثلا مم. از قسمتی از از کجا برداشت میکنن به انسان ممکن یک انسان درست کنن. مم. درست کنن یا گاو گوسفند چیزای دیگه یک کتابی در درباره فقه و استنساخ البشری که مسائل اخیر در شبیه سازی رو به او اشاره کردن در جن ها و میکاپاست فقه ال... فقه کامپیوتر که درباره مسائلی که درباره کامپیوتر فضای مجازی و اینترنت و این چیزاست یک خیلی کار خوبی دیگه ای که کردم رساله خودشان به صورت رومانتیک در آوردن کسای دیگه این کار کردن ام. رساله مثل به صورت رمان به صورت سوال جواب رومان و جالب است ام. و این متاسفانه در بین ما مسلمان ها خیلی کم است ام. که مثلا یک اعتقاد را در قالب یک داستان در قالب یک رمان ریخته شود و این خیلی جالب است این انسان راحت میتونه ایره بخونه شاید در شرایط امروزی خب کاربرد بیشتری داشته بسیار کاربرد داره این. بسیار کاربرد داره که غربیا نسبت به ما بسیار در این زمینه پیش است من یکی دو تا از می رمان های اسلامی در یادم است یکی به نظرم دیدار در بیمارستان که ترجمه یکی از رمان های بنت الهدا صدر بود این رمان مثلا زیبایی است یا دکتر و شیخ دکتر و پیرچی که مالی یکی از دانشمندان جمهوری اسلامی ایران بود اینا خیلی تکتوک هست ولی جالب است که رساله علمی به صورت رمانتیک نوشته شده میگه به چند زبان عربی انگلیسی فارسی اردو کردی آذری ترجمه شده است ای حیات علمی بله بیشتر از این زمینه وارد کرده وارد اگر سلام میدونید در دا مورد نگرش و دیدگاه ایشان نسبت به مرجعیت چطور بوده و اینکه چه چیزهایی چیزایی را ایشان شرط میدونستان خدمتتون عرض کنم البته آغاز مرجعیت ایشان بگیم آغاز مرجعیت ایشان با رحلت حضرت آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه آغاز میشه زمانی که معظم الله از دنیا میره خب یک دی به آقا مراجعه میکنه معظم الله که شما مثلا زعامت حوزه علمیه و زعامت شیعیان به عهده بگیرید میگن ایشان علاوه بر از که خودشان اکراه داشتن از این کار مم. که نمیخواستن وارد گود فقاهت و مرجعیت شوند و ناچار میگن این قبول بله درصد بله سخت است جناب و سعی صاحب وقتی که شما یک مسئولیتی به این عظمت قبول میکنی وقتی که شما در رساله نوشته میکنی که عمل به این رساله به این رساله بری و زمه یعنی شما وقتی به این رساله به دستورات که ما در رساله نوشته کردیم شما عمل کنی نماز بخوانی خوم زکات حج ها عمل بر یعنی شما بری و زمه اگر اشتباهی هم صورت گرفته باشه به با گردن کیست به گردن فقیه و نویسنده و مجتهد است ایشان نگرشان به مرجعیت از جمله عمدهترین ترین به اصطلاح شرط در مرجعیت حالا او شرط هایی که تفقهی در دین داشته باشه اشراف به با قرآن داشته باشه بر با روایات داشته باشه اونا سر جایش باشه عدالت و تقوا را شرط میداره یعنی اگر فقیهی عدالت و تقوا نداشته باشه دیگه او سکاندار نمیتونه باشه چرا چون سکاندار وقتی کشتی را هدایت میکنه باید به همون مسیر هدایت کنه که قطب نما نشان میده دیگه یا مم. او ستاره جدا یا ستاره دیگه نشان میده اگر عدالت نباشه اگر تقوا نباشه به جای از او به اصطلاح قطب نما هوا و هوس و چیزهای دیگه اگر قرار باشه که دخالت داره دیگه ختم وقتی انسان عادل نباشه ممکنه خدای نخواسته اما رقم که گفتیم خودشم هم ترکستان بره و کسایی هم که به دنبال شرکت کردن اونها هم سر از کجا در بیارن از ترکستان پس بنابراین تقوا و عدالت را بسیار بسیار ایشان لازم میدانن و ده همون زمان که البته ایشان سابقه مبارزه هم دارن با به اصطلاح حزب بعث و مدت هشت سال ایشان محروم میشن یعنی به نحوی زندانی میشن که حتی میگن ده همو هشت سالی که در شرایط بسیار بدی قرار داشته چند کتاب خودش میگه در زندان نوشته میکن. خو اینا به همو سلف خودشان اقتدا کردن دیگه بسیار از علمای ما که زندانی شدن دوچار مشکل بودن گرفتاری بودن قرآن مثلا هم اونجا حفظ کردن کتاب خودشان هم باعث نمیشه که از اون حرکت و از اون ایده, ایده درود خدا هم یعنی ما که فعلا زندان هستم ناراحتی بکشم به اصطلاح هرس بخورم از اینجی برم دو طرف از این طرف دیدین دیگه دیدم میشه فیلم طرف ای رامیرا از راه رفتن از چیزی جور نمیشه هم بهترین راهش خب حالا که, که فعلا این موقعیت برای ما پیش آمده کارهای علمی انجام بدیم که بله بله. استفاده را نسبت به همه که در زمان حزب بعث میگفتن اگر کسی به این محاکم حزب بعث مراجعه کنه و حق از این طریق بگیره ولو حق خود گرفته باشه این نجائزه یعنی مراجعه به قاضی جور حکومت جور گرفتن حق از طریق قاضی و حکومت جور گناه و ما روایت هم در زمینه داریم بله اشاره فرمودیم در روحی مبارزاتی ایشان که ای قدر خیلی با سلابت حال در روبرو و مقابل رژیم بس و بلی. حکومت و زمان اصلا شدن آیا مطلب دیگه هم در مورد میشه؟ درباره سابقه مبارزاتی ایشان قابل گفتن باشه و یکی در عرصه سیاست هم وارد شده باید. واقعیتش نگاهی است که گرچن وقت ما بسیار کم است همه که یک شخصی هشت سال به این وضعیت و کیفیت به سر میبره اگر این شخص مبارزه نکرده باشه این گپ نزده باشه این مردم امر معروف نیازمون از نکرده باشه تا یک گوشه شیشته باشه کسی به با کار مشخص نکرده باشه اگر مثلا خدمت شما عرض کنم که یک موضوع خنثایی داشته یک موضعی داشته حتی بالاتر از خونسا برخی ها هستن که علمای درباری هم ما داریم دیگه دا. دا. علمای درباری هم داریم اگر علمای درباری باشه اینا خود روی سر حاکم و او پادشاه یا ملک یا رئیس جمهور جای داره همه که این شخص مدت این رنج میبینه مساوی با است که مبارزه میکرد در یک جای دیگه هم حتی سوال وقتی شده از معزمانده در همو زمانا که ما مثلا کارمند هستیم ادارات در دا ادارات جور حکومت فاسق حکومت فاجر که بهش تعبیر حکومت طاغوت میشه گفت گفتن که اصلا جایز نیست شما کار کنی و پولی که شما از این طریق به دست می آوری اگر مسائل او تقیه و چیزهای دیگه نباشه خودش مشکل داره خود چی بگه دیگه امی خودش اعلان جنگ است دیگه. دیگه یعنی آقا شما نمیتونی کارمند شوی شما نمیتونی خدمت شما از کنم که سکرتر شوی یا چیزهای دیگه شوی خود از اون خیلی خدمت شما از کنم که ارزشمنده ما از زمان یک از تلاش ای بوده که رابطه بین حوزه و علما و مردم مستحکم کنه ما زمانی آسیب میبینه جامعه ما که رابطه بین مردم و علما از بین بره یا شکراب شوه یا این رابطه خدمت شما کنم به سردی بگرایه اگر این رابطه به سردی بگرایه استعمار استکبار و او کسایی که دنبال سوار شدن مردم هستند راحت رسوخ پیدا میکنن دیگه ولی وقتی که شما شما رو طوری تربیت کنه یعنی در اصل حجم فرهنگی که بگه بابا آخوند هرچی میگه بگه با ما ردی نداره مرا مرجع کیه ما چکار داریم ما نماز ما میخوانیم روزی خودمون میگیریم حج خود میریم کربلا خود ما رو میریم ما چکار داریم که چی میگه اگر خدای نخواست چنین اتفاق بیفته دیگه همو صد شکسته میشه وقتی که صد شکسته شد دیگه رخنه بسیار در چی میشه آسان میشه ما از زمان تلاش کرده بوده که این رابطه بین علما حوزه مستحکم بسازه عمد. و به علما و دانشمندان هم توصیه بسیار زیادی کرده که ما متاسفانه شاید وقت نباشه در این زمینه بگوییم استاد محترم میبخشید ما تقریبا سه دقیقه زمان داریم تا پایین برنامه بسیار و کم است مطلب با اجازه شما میخواستیم که پرسان کنیم از شما که شاید برای بینندگان از ما خوبی چهره بزرگوار خدا و رحمت شما کنه خب در جامعه علما و در عراق خب قطعا ش... چهره شناخته شده بودن خب در مورد وطن خودمان افغانستان عزیز شاید کمتر اطلاع داشته باشن در نظر ایشان در مورد مسلمانان مظلومی که در و قاطع افغانستان قاطع جهان هستند، به خصوص در مورد افغانستان ایشان باشن. نه تنها افغانستان برای کسایی که به غرب رفته یعنی مهاجر شده در اثر ظلم و بیدادی که در جامعه خودشان بوده به هر نه نسبت به اونا حرف داره برای اوزا دلسوزی کرده برای از اینا داده نسبت به کشورهای آسیایی میانه ای که از شوروی سابق جدا شد مردم اه. قفقاز آذربایجان برای از نامه نوشته کرده برای مسلمانان در گلگت پاکستان نامه نوشته کرده شخصا برای افغانستان خب بسیار معظم الله یک دید باز داشته تا جایی که خدمتان ارز کنم که قبل از حکومت جدیدی که تأسیس شود و برادر اینا ما رفته باشد 20 سال پیش و ما از اتفاق افتاد میگه معظم الله فرزند خودش حضرت حجت الاسلام سید ریاض مستقیما میفرسته به افغانستان که از نزدیک با مردم با علما نشست کنه برخواست کنه و خب بنده شخص بنده در شهر هرات از نزدیک نظارگر فعالیت دفتر معظم الله بودم چندین هزار خانه فقیر و مستمند تحت پوشش دفتر حضرت آیت الله العظما سید محمد سعید حکیم بود خب شما در جریان هم هستیم که روشنگری های معظم الله که در افغانستان از طریق وکیلشان میرسید شیخ جعفر مانه. توکلی خب بر نتافت خفاشان بر نتافت اونایی که سیه دل بودن برنه اونایی که میخواستن بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنن آخرین تیری که در ترکش داشتن همی بود که نماینده معظم را در حرات ترور کردن و به شهادت رسید معظم نسبت به افغانستان بسیار توجه خاصی داشته که بالاخره عمر ایشان کفاف نکرد وگرنه بسیار برای افغانستان و ملت مظلوم ما فعادیت میکردن خداش رحمت کنه ان بسیار لطف تشکر میکنم خواهش و خداوند رحمت کنه ان ایشان را و حتما آثاری که به جا مانده از ایشان و فتح بابی که شده قطعا دستگیرشان خواهد بود ان و انشالله سر سفره و خانه با کرامت جدشان انشالله مهمان خواهند بود و روایت استاد به ذهن ما آمد به عنوان پایان بخش برنامه که فرمودن انما عند ذکر و تنزل و بله سبت بزرگوار یاد شد و انشالله رحمت خداوند هم شامل حال همه ما و شما بینندگان عزیز خواهد بود تا دیدار بعدی همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم خدایا رو نگهدارتون